تقیه در خدا بودن علی تا به کی؟ خدا اگر از مخلوقاتی که خلق کرده میگه، از آسمان ها و زمین میگه، میخواد بگه من خدا تمام قدرتم را در بازوان علی قرار دادم. من خدا تمام قدرتم را در بازوان علی قرار دادم. من خدا تمام قدرتم را در بازوان علی قرار دادم. پس میشه ید الله، میشه حجت الله، میشه قدرت الله، میشه ولی الله، میشه وجه الله، میشه عین الله، میشه اذن الله. این یعنی اهل بیت. بینندگان محترم، برای اینکه الله متعال بندگانش را به درک عظمت و قدرتش رهنمون سازد، آنها را به تفکر و اندیشه در آفاق و کهکشانها و موجودات توصیه می کند. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون. همانا در آفرینش آسمان ها و زمین و آمد و شد شب و روز و کشتی هایی که در دریا روانند، با آنچه به مردم سود می‌رساند و آبی که الله از آسمان نازل کرده که با آن زمین را پس از مردنش زنده نموده و انواع جنبندگان را در آن پراکنده کرده و در تغییر مسیر بادها و ابرهایی که در میان زمین و آسمانها مسخرند، بیگمان نشانه آیست برای مردمی که تعقل می کنند و می اندیشند. اما این آخوند که از تعقل و اندیشه بی نصیب مانده، برای اینکه مردم را از شناخت پروردگار عزوجل دور ساخته و آنها را به سوی مخلوقین رهنمایی کند، علی رغم تأکید قرآن کریم همه صفات الهی را در بازوان علی ابن ابی طالب رضی الله تعالی عنه قرار می دهد. جالب است که آیات بعدی در همین سوره مبارک مشت محکمی است بر یاوه های ای از مردم هستند که همتایانی برای الله می‌گیرند و آنها را همانند الله دوست می‌دارند و آنان که ایمان دارند الله را بیشتر و سخت‌تر دوست دارند و اگر کسانی که ستم کرده اند عذاب را ببینند دریابند که همه قدرت از آن الله است.
و الله سخت کیفر است. اذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. آنگاه کسانی که پیروی شده اند از کسانی که پیروی کرده اند بیزاری جویند و عذاب را مشاهده کنند و پیوند میانشان گسسته شود. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجین من النار. و کسانی که پیروی کرده اند می گویند اگر برای ما بازگشتی بود از آنها بیزاری می جستیم همان گونه که از ما بیزاری جستند. این چنین الله کردارهایشان را به گونه حسرت زا به ایشان نشان می دهد و آنان بیرون روندگان از آتش نیستند. آیا وقت آن نرسیده که امثال این آخوند پرده تقیه را کنار زده و صراحتن الوهیت علی ابن ابی طالب را که اعتقاد باطنی آنها می باشد اعلام کنند؟ بارلاها به آخوندهای شیعه نعمت عقل و منطق را نصیب گردان.